یاری زندگی زیباست زندگی آتشگهی دیرینه پا برجاست گر بیافروزیش رقص شعلش در هر کران پیداست ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض ادب و احترام تقدیم به شما بیننده های عزیز محترم امیدوارم در هر کجایی که هستید در هر گوشه از این جهان پهناور و زیبای خداوند که هستید و برنامه خودتان برنامه روشنا را نگاه میکنید همیشه سهدمند و سلامت باشید اگر که بزرگترهای فامیل پدرکران و مدر کلان انشالله زنده هستن انشالله که تا سالهای سال در زیر سایه بزرگترها زندگی خوب و خوش داشته باشین اگر هم به رحمت خدا رفتند از خداوند متعال برایشان طلب مغفرت و مرزش میکنیم بسیار تشکر میکنم که باز هم برنامه خودتان را انتخاب کردید برای نگاه کردن انشالله که تا نهایت برنامه هم همراه ما هستید در این روز بسیار زیبای آفتابی خزان 1402 ما مهمان شما هستیم و اما مهمان خوب برنامه ما همچون دیگه و کارشناس محترم خانم شریفی علیزاده است که اجازه بدین یک سلامی هم با ایشان داشته باشیم سلام علیکم خانم علیزاده بسیار سلام تشکر به نام خالق هستی من مرد سلام احترام دارم خدمت شما و بینندگان خوب این برنامه انشاءالله هر جایی هستین سلامت و سهدمند باشین و روزهای خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید انشاءالله بسیار تشکر از شما خانمه اما بینندگان عزیز و محترم در همین آغاز برنامه هستیم شماره تماس برنامه زیرنویس میشه فراموش نمیکنید از طریق واتساپ و تلگرام میتونید که با همکاران ما در ارتباط شوید اگر کدام سوال انتقاد و پیشنهاد داشتید ما رو بسیار بسیار خوشحال میکنید که ما به اشتراک بگذارید قطعا سعی میشه در برنامه اعمال شود برنامه تعلق به شما داره و و تعارف نکنید که برنامه خودتان است و ما بسیار خوش میکنید وقتی که نظر خودتان را برای از ما مفرستید اما موضوعی که در روزهای چهارشنبه گذشته کارشناس محترم با ما و در موضوع صحبت میکنند عنوانش است بررسی علل و عوامل و های اجتماعی و روانی طلاق یک مسئله ناگوار که در زندگی رو در خانواده رخ میده و چیزی که واضح هست ایست که بناهن سعیش و حتی پیش از ازدواج تلاش بکنیم تا احتمال تمام احتمالاتی که میتونه منجر به جدایی از بین ببریم آگاهانه ازدواج کنیم درست یک ازدواج شکل بگیره یک خانواده سامان بپذیره و در حینی که دو نفر ازدواج کردن هم تمام تلاششان ای باشه تا مسئله مشکلات را از پیش روی بردارند و خدای نکرده طلاق و به طلاق منجر نشوید که آسیب هایی که طلاق دارم توی که در برنامه گذشته مطرح شد و قطعا در برنامه این ده هم مطرح میشه بسیار بسیار زیاد و خانمان سوز اسک که حتی میتونه برای اجتماع آسیب های بسیار زیاد داشته باشه اگر اجازه بدین شما و کاشناس محترم یک سوالی رو من از شما پرسان کردم که بیننده محترم برای از ما دادند و فکر میکنم که بسیار مرتبط هست و پاسخ به این سوال میتونه که برای بسیار از دوستای ما که برنامه رو را میبینند راه باشه بیننده محترم با پیش شماره مثبت 98 و 3 شماره آخر 381 برای ما که با سلام و تشکر از مسئولان محترم برنامه و کشناس محترم امیدوارم که سهدمند باشید من از شما سوالی دارم و این است که برای خواهرم خواستگار آمده و بچه بسیار تحصیل کرده است و در یکی از شهرها نمایشگاه موتر دارد و خانواده آجی و بسیار محترم هستند فقط مسئله این است که خانواده بچه از طایفه ما نیستند که پدرم و خانواده با این مسئله مشکل ندارند اما خواهرم میگوید ما از لحاظ فرهنگی به هم نمیسازیم و قبول نمیکند به نظر شما آیا مثلا میتواند مشکل جدی برای ازدواج خواهرم با این فرد ایجاد کند سالی به جایی بود که مرتبط هست با موضوع برنامه ما ببینید دوستای عزیز هم که میدونین طلاق یک واقعیت تلخ اجتماع هست که روز به هم با آمار از اضافه میشه و در کشورهای جهان سوم بسیار داره پررنگ میشه و یک زنگ خطر است که ما کمی آگاهانه بهتر است که ازدواج کنیم تا پیشگیری شود از طلاق هایی که ناچارن مجبوریم بعضی زندگی ها ختم میشه و طلاق و این مجبوریم واقعیت را بپذیریم یکی از عواملی که منجر میشه و تأثیر گذار هست در امر طلاق عوامل فرهنگی هست یا خب عوامل فرهنگی رو میخوایم ببینیم چگونه میتونه تأثیر گذار باشد در درجه اول ما میام یک تعریفی از فرهنگ میکنیم که امی فرهنگ چیست همین پاسخی که در مثال شما و در سالی که بیننده عزیز داشتن در مورد زندگی خواهرشان که تفاوت فرهنگی داره میاد لحاظ فرهنگی سنخیت نداریم میخوایم ببینیم چطور هست فرهنگ چی هست منظور از فرهنگی چی هست و آیا این تفاوت ها میتونه تاثیر گذار باشد در زندگی زنوشی این موضوعاتی هست که سعی میکنیم امروز در موردش گپ بزنیم اما ما باشه انشالله دوستای عزیز خب در درجه اول باید بدیم که فرهنگ چی هست فرهنگ یا کالچری که ما تعریف میکنیم به این معناست که مجموعه ای از باورها اعتقادات آداب و رسوم سبک زندگی همه اینها با هم فرهنگ یک خانواده فرهنگ یک جامعه فرهنگ یک قوم را تشکیل میده وقتی که مربوط به خانواده میشه میشه فرهنگ خانوادگی وقتی مربوط به یک جامعه میشه میشه فرهنگ این جامعه فرهنگی کشور وقتی مربوط به یک گروه یا قوم یا یک تایفه میشه میشه فرهنگ او گروه فرهنگی تایفه فرهنگ او قوم خب اینا شد تعریف فرهنگ ام. پس فرهنگ میشه مجموعه از باورها و اعتقادات و و آداب رسومی که هر قوم و هر جامعه مخصوص به خود داره خب تفاوت فرهنگی چیه و چرا گاهی وقتی ما میگه ما با هم فرق میکنیم تفاوت فرهنگی داریم یا همین سالی که بیننده داشتن چون ما با هم فرق داریم نمیتونیم با هم بزنیم خب الله ظاهری خب تو انسان است و هیچ فرقی ندارد اون فرقی که میگه ما که ما به هم نمخوریم یا به هم سنخیت نداریم یا نزدیک نیستیم تایفه ما متفاوت است این چی است منظورش تفاوت فرهنگی هست ببینید سبک خوردن پوشیدن خرج کردن مراسمات ازدواج همه اینها باعث ایجاد تفاوت فرهنگی میشه چون هرکس مخصوص به خود داره و سبک خوردن و پوشیدن و راه و رسم زندگی را خب همین ها که با هم فرق میکنه تفاوت فرهنگی را ایجاد میکنه خب چه عواملی باعث میشه که تفاوت فرهنگی ایجاد شوه چرا که یک جامعه یک دست یک فرهنگ را نداره ببینید ما در یک جامعه یک فرهنگ عام داریم یک فرهنگ خاص یا خرد فرهنگ داریم خب فرهنگ عام ما چیزی که مربوط به جامعه افغانستان هست خب کلگی از مذهبی تقریبا خب ب دو مذهب ومده تقسیم میشه لازم زبانی خب به دو زبان عمده تقسیم میشه و لحاظ اون باورهای ملی و انعنات ملی و افتقارات ملی که داریم خب شامل کلی ما میشه کلی که افغانا در سر دنیا هم که باشه باز در این مسائل با هم مشترک هستیم خب این میشه فرهنگ عام جامعه ما اما ما باز درون این جامعه خرد فرهنگ هایی داریم که مربوط به هر قوم و هر طایفه میشه مثلا فرهنگ شمال کشور ما شاید با فرهنگ جنوب کشور ما فرق کنه در بعضی مسائل یا فرهنگ قسمت غرب کشور ما با قسمت شرقش فرق کنه و فرهنگ هر طایفه قومه مخصوص به خود مثلا پس این برخی از رسم و رو رواجها در بین برخی از مردم ما وجود داره که مثلا در قوم دیگه دختر نمیده یا در طایفه دیگه در مردم دیگه از جای دیگه از قریه دیگه باشه وصلت نمیکنه. یک دلیل معقول میتون داشته باشه ببین این چیزی که فرهنگ ما ساخته م. فرهنگ رو چی میسازه من منظور نیست که تفاوت فرهنگی بله. ممکنه که مثلا بین این قریه و قریه دیگه باشه خب اینا بگن ما تفاوت داریم و پس نمیتونیم که با هم سازگار باشیم فرهنگ و باورها و اعتقادات ما م. میسازه گاهی وقتا در بعضی از قومها ها این اعتقادات پر تره شدید تره مخصوصا اقوام سنتی تر اقوام مخصوصا در جوامع سنتی مثل کشور ما تفاوت فرهنگی پر رنگ تر دیده میشه ولی ممکن در جوامع توسعه یافته تفاوت فرهنگی به اون نباشه چون به او اهمیت داده میشه براش فرق نمیکنه چی زبانی از چی مذهبی هستی خب برای ازدواج هم آسان میگیره ولی در کشورهای سنتی مثل جامعه ما چون خیلی اهمیت داره که حتما این سنخیت فرهنگی باشه برای همین برای شروع زندگی بسیار مشکلی و یک موزل بزرگ فکر ام. میکنه هست که حتما این زندگی دوچار چالش میشه حتما این زندگی دوچار مشکل میشه ما اینو میخوایم بگم جوابکی ببینید به همین که, که سوال کردم همیشه و در همه زندگی ها تفاوت فرهنگی مشکل ایجاد نمی کنه. ولی می در بعضی زندگی ها که سنتی تر فکر میکنه در جوامع سنتی مثل جامعه ما که دخالت خانواده ها پررنگتر تر است تفاوت فرهنگی میتونه مشکل ساز باشه مثلا زمینه ای ای مورد ایجاد خاص کنه. که خانواده تانستان که کنار بین ما این احتمالی که مشکلی ایجاد چون خانواده, خانواده پذیرفته باید هم خانواده پسر و هم خانواده دختر بپذیرن ما تفاوت هایی را داریم ولی نسل جدید ما به هم نزدیک تر است ببینید دو فردی که از دو خانواده متفاوت تحصیلات عالیه داره میره وارد فاکولته میشه خب تحصیلات بالایی پیدا میکنن از لحاظ درآمد و وضعیت اقتصادی به هم نزدیک هستن خب اینها اشتراکات فراوانی دارند درسته که خانواده اینها با هم تفاوت داره از دو طایفه متفاوت هست یا دو قبیله متفاوت و یا دو فرهنگ متفاوت ولی این دو نفری که با هم دارن زندگی میکنن چون به لحاظ فرهنگی، لحاظ سواد علمی، لحاظ اقتصادی به یکدیگر نزدیک ترست؟ بله پیدا کردن مشکلاتش کم رنگ تر است از میان برنامه باز خدمت شما. شما خواهیم بود بینندگان عزیز و محترم اگر کدام سوال از کشناس محترم دارید همین الان هم میتونید که از طریق واتساپ و تلگرام شماره تلفنی که زیر نویس شده با ما در ارتباط شوید و سوال خود را بفرستید بعد از میان برنامه برمیگردیم مجدد تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم شما همچنان برنامه خودتان برنامه زنده را سلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید و ما همچنان گفتگو صحبت میکنیم با کاشناس محترم خانم شریفی لزاده با موضوع تفاوت فرهنگی و تاثیری که میتونه بر طلاق بگذاره خانم لزاده خدمت شما است بله میخوایم ببینیم که همین تفاوت های فرهنگی را چه عواملی ایجاد میکنه چرا در یک کشور یک فرهنگ کلی حاکم نیست چرا ما تفاوت فرهنگی رو در یک جامعه داریم چیزی که گفتیم بین شمال تا جنوبی کشور تفاوت هست خب چه عوامل باعث میشه که در یک جامعه فرهنگ های مختلفی شکل بگیره یکی از او عوامل اعتقادات مردم است چون اعتقادات مذهبی بافت فرهنگی مخصوص به او گروه به او قوم را ایجاد میکنه پس یکی از عواملی که باعث ایجاد تفاوت فرهنگی میشه اعتقادات مذهبی است و چون در کشور ما خواهی نخواهی مردم بله. از اعتقادات مختلف هستند بنابراین بله. این فرهنگ های متفاوت هستن. دقیقا و چون در جوامع سنتی پایبندی اعتقادی هم شدیدتر هست این تفاوت ها تر رو تأثیر گذارتر است شاید در جوامع غربی چون پایبندی اعتقادی کم رنگتر است این چندان تأثیری نکند چون اهمیت برایشان نداره ولی در جامعه ما بسیار پررنگ و با اهمیت است یکی دیگر از عواملی که باز باعث ایجاد تفاوت فرهنگی میشه موقعیت جغرافیایی هست خب ممکنه بعضی از مردمی که در سرزمین های گرم زندگی میکنن خونگرمتر حتی باشن این، یعنی این ارتباط وجود داره بین مردم هایی که مثلا در مناطق کوهستانی و سرسیری زندگی میکنن به خاطر او طبیعت خشینه که کوهستان داره به خاطر که اون سرسختی که در مردم مقاوم تر سخت گوشتری باشن نسبت جاهای دیگر و یک دیگر عامل دیگری که با تفاوت فرهنگی رو ایجاد میکنه موقعیت اقتصادی هست بله خب مثلا تفاوت فرهنگی را ما بین شهر و روستا داریم چون خب کسانی که در شهر زندگی میکنن معمولا تجملاتی تر زندگی میکنن یا میزان درآمد بالایی دارن یا عوامل تولید کننده هستن کارخانه دار هستن و این جور مسائل باعث میشه که فرهنگ اقتصادی اونها با فرهنگ ساده زند... زندگی روستایی متفاوت باشه. من زادم خب من تمام این تفاوت ها را میپذیرم و این اون رو میپذیرم که تاثیر گذار است برای که فرهنگ ها متفاوت باشه و حتی ما به چیش میدیدم که فرهنگ یک قریه تو قریه دیگه بسیار متفاوت میتونه باشه که فاصله جغرافیایی هم نداره ولی به هر دلیل فرهنگ متفاوته رسم و رواج و انانات مردم بسیار متفاوت است حتی در خود شهرها هم مثلا در یک جای ما جای داریم که مثلا مردم با یک مذهب زندگی میکنه باز یک صدرانی هست که مردم دگه ما سبب دیگه زندگی میکنن اما اگر که ما این تفاوت های فرهنگی را یک عامل بدانیم اگه مشکل ایجاد شوه برای زندگی ببینیم مردم ما که سنتی تر هستند و بنابراین سعی کنیم که این عامل نباشه و سعی کنیم که خب با افراد هم فرهنگ خودمان وصلت داشته باشیم بود و باش داشته باشیم منجر به این نمیشه که جامعه یک جامعه کاملا موزیکی یک جامعه که افراد گروه ها و دسته ها از هم جدا هستند ایجاد و در نهایت به فرهنگ مشترک نرسیم بله خب این مشکل ایجاد میشه ببین در جامعه سنت این واقعیتی هست که وجود داره تفاوت فرهنگی وجود داره به همین خاطر بسیار مشکلات و اختلافات هم وجود داره قومی باشه قریه ای باشه ناهی باشه به هر طریقه این مشکلات هست پس بنابراین سعی کنه که ما سعی کنیم به یک فرهنگ کلی برسیم به یک فرهنگی که وقتی ارزش های مشترک هر فرهنگ رو کنار هم بگذاریم یک فرهنگ کلی شکل میگیره که همه مردم به او اعتقاد دارن <applause> همه مردم به با او وابسته هستن و همه مردم اون را ارزشمند میدارن ما سعی کنیم اینها رو پررنگ کنیم در جامعه به او چیزای جزئیاتی که تفاوت داریم با یکدیگر رو کمرنگ کنیم به چه خاطر به این که خاطر که به یک انسجام فرهنگی برسیم وقتی جامعه در با انسجام نهایت اونجا فن... به اون چیزی نمیشه که در جوامع غربی شون مردم نسبت به فرهنگ های خودشان کم توجه هستند بنابر این تفاوت فرهنگی هم مشکل ایجاد نمیکنه در شهری مثلا من نمیفهمم مثل لندن یا دیگه شهرها جوامع کاملا چند فرهنگی هستن از فرهنگ های متعدد با هم هم زندگی میکنن مشکلی هم ندارن چون نسبت به فرهنگ خودشون تعصبی ندارن خب ما اگر تعصب نداشته باشیم فرهنگ خود از دست میدیم فرهنگ برای از ما یک چیز ارزش من محسوب میشه ما گفتیم ما یه خورده فرهنگ داریم یک یه فرهنگ عام داریم در کشورهای غربی هم به فرهنگ عامشون وابستهن خورده فرهنگ ها رو کم رنگ کردن ولی در جوامع سنتی خورده فرهنگ ها پر رنگ داره و مشکلات رو هم خورده فرهنگ ها ایجاد میکنن مثلا در جوامع مثل جامعه ما یکی از یک قریه یک دختر با یک پسر از قریه دیگر وقتی ازدواج کلی مشکلات دارن به این خاطر که تفاوت دارن در مراسم ازدواج تفا... و بسیار هم پایبند هستن خب دو خانواده دختر میگه باید طبق آداب و رسوم نفر ما اجرا شود مجلس باشه او قریه بله. دیگه میگه قریه دیگه قریه هم طبق آداب و رسوم ما باشه این قریه هم طبق آداب و رسوم, آداب رسوم, آداب رسوم شروع اختلاف هست و باسن کلانتر در تصمیمات کلانتر به همون مراتب مشکلات هم کلانتر میشه ولی ما اگر از این ارزش های کوچک خودمون بگذاریم به نفع جامعه و دنبال اون کردن یا بزرگ کردن ارزش های کلی جامعه باشیم مثلا همه ما مسلمان هستیم خب ارزش های اسلامی خود پایبند باشیم چی فرق میکنه حالا یک کسی شیعه باشه یک کسی در تسنن باشه و یا غیر مذاهب همه ما افغان هستیم به ارزش های ملی خود پایبند باشیم چه فرق میکنه یکی هزاره باشه تاجیک باشه یا ازبک باشه اگر انسجام فرهنگی ایجاد شود در جامعه ای اختلافات کم میشه چه در مسائل سیاسی چه در مسائل مسائل اجتماعی چه در مسائل خانوادگی یک از نمودهای ما ازدواج هست که اگر این عوامل کم رنگ بشه خب میزان طلاق هم کم رنگ تر میشه چون در جامعه سنتی میزان دخالت خانواده ها زیادتر هست و قطعا دست میذاره رو تفاوت فرهنگی که چرا بر رسم ما ایجاد نشد و او خانواده بگه چرا بر رسم ما ایجاد نشد و این یک زنگی میشه آغازی میشه برای اختلاف بین یک زندگی که تازه شروع شده و ادامه پیدا میکنه و چی بسا که اگر کوتاه نیان و یا اگر به تفاهم نرسه و اختلاف ادامه پیدا کنه ممکنه منجر به طلاق و جدایی بشه خب من پیشنهاد شما را به عنوان یک پیشنهاد به صورت بیرونی که نگاه میکنم یک چیز خوب به نظر میرسه ولی وقت در جامعه سنتی افغانستان وارد میشیم مثلا اگر تفاوت های مذهبی رو ما در نظر نگیریم تفاوت قومی را به بی بین اقوامی که بسیار با هم تضاد فرهنگی دارن حتی در نظر نگیریم خوب احتمالا منجر به این میشه که درصد و آمار جدایی ها و طلاق ها حداقل در نسل اول افزایش پیدا کنه باز این ریزشی ها را چی میکنیم مثلا ما یک چند نسل بگیم که زواش ها صورت بگیرن و این ای مسئله در نظر نگیریم که ما در نهایت از خورده فرهنگ ها به یک فرهنگ کلی برسیم احتمالی که افراد بیشتری طلاق بگیرن در این نسل که اتفاق افتاده و یه شجاعت و جسارت را انجام دادن برای ایجاد فرهنگ مشترک احتمالا طلاق ها زیاد میشه خب ایره چی میکنی؟ نه به این فرهنگ نیاز به زمان داره فرهنگ سازی چیزی نیست که کاری یک روز و دو روز و یک سال و ده سال باشه شاید یک قرن زمان ببره باید باورها رو تغییر داد باید اون نگرش اون جامعه رو تغییر داد چیزی نیست که ما یک نسلی بگیم باید همین الان ای ها رو, رو کنار میگذاریم و هیچ مشکلی نیست خیلی زمان میخواد خیلی شاید یک نسل باید رد بشه تا نسل بعدی این باورها رو پیدا یک نسل باید, باید بگذره و این نسل باید قدم برداره برای ایجاد این تغییر و خود رسانه دولت جامعه همه اینها تاثیر گذار است فقط از شروع باید از کجا باشه رسانه ها باید فرهنگ سازی کنه از, از, داخل مکاتب باید این فرهنگ آغاز شود چیزی نیست که ما بگیم در سیوسه شکل میگیره و ما ریزش داشته باشیم نه اگر کم کم به مرور زمان نگرش های افراد تغییر کنه جامعه منسجم تر شود فرهنگ ها به هم نزدیک تر شود اعتقادات به هم نزدیک تر شود و ما برای یک افغانستان کلی برای یک جامعه کلی ارزشمند قائل باشیم و اون باورهای کوچک خودمون قومی از زبانی هر چیز رو کنار بگذاریم قطعا زمان میبره و این نه تنها تاثیر داره برای خانواده ها بلکه برای کل کشور در همه توسعه همه زمین ها چه توسعه اقتصادی چه توسعه فرهنگی چه توسعه اجتماعی چه توسعه سیاسی در کل از این مسائل تاثیر گذارد وقتی که یک فرهنگ حاکم باشه وقتی که اون فرهنگ کلی جامعه را همگی افراد جامعه قبول داشته باشه و کسی دنبال پرنگ کردن و یا به کرسی گذاشت فرهنگ قوم خود نباشه بلکه پذیرای کل جامعه باشه پذیرای فرهنگ همه اقوام او جامعه باشه این زمان است که ما مشکلاتمون کمتر است و تا الان هم اگر مشکلی داشتن در افغانستان چندین سال ده چندین دهه جنگ و خونریزی بوده و این خاطر است که هر قومی فرهنگ خوده زبان خود اعتقادات خود ارزشمندتر از دیگران دانسته و تمام کوشش خود کرده تا فرهنگ خودش زبان خودش مذهب خودش و کرسی بمانه باعث حداقل در بین خودشون یک حق نمیتونه باشه ما ترجیح میدم که در بین مردم خودم فرهنگ و زبان و مذهب خودم رو باید, باید ترجیحات فردی رو کنار بذاریم اگر میخواهیم که یک جامعه منسجم داشته باشیم مشکلاتی کم خب خوب از منجر با مثلا الان در جوامع چند فرهنگی که در اروپا وجود داره خب هر کس فرهنگ خودش را داره من حتی جایهای را دیدم و میشناسم که مثلا در مکتب حتی زبان افراد تدریس میشه و وقتی که به مکتب خب. میره مثلا اگه فارسی زبان از فارسی برش تدریس میشه وقتی که تعداد از یک حدی بیشتر باشه و فرهنگشون ارزش شمرده میشه و هم ده خلالی به ایجاد یک فرهنگ مشترک ایجاد نمیکنه چطور شما میگید که باید ببینید همون کشوری که شما گفتیم به این صورت است چون آمارهای فارسی زبان در اون کشور به یک تعدادی رسیده که به عنوان یک قبیله یک تایفه پذیرفته شده اهمیت داده شده به زبان اونها و زبان اونها هم کنار زبان خودشون که رسمیت اون کشور را داره پذیرفته شده و تدریس میشه خب اگر در جامعه ما واقعا بر, بر اساس آمار باشه که ما بدونیم که بر نفوسی که داره این مردم یه ای آماری که نشان داده میشه به اعتقادات او مردم به زبان او مردم اهمیت قائل بشه و او را رسمی اعلام کنیم ولی در جامعه ما هنوز نشد متاسفانه بله. و همین هست که ادامه داره جنجال باز اجازه بیشتر داشت. گفتگو کنیم در همین زمینه بعد از میان برنامه بیرنده های عزیز و اگر کدام سوال دارید همین الان هم با ما در ارتباط شوید چون تماس برنامه زیرنویس شده و از طریق واتساپ و تلگرام سوال خود را برای ما بفرستید برنامه به صورت لایو و سرق سایتی تلویزیون جهانی هادی هم پخش میشه میتونید ببینید و نظر خود را برای ما بفرستید بعد از میان برنامه برمیگردیم شما همچنان برنامه خودتان برنامه زندگی روانشناس از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید و گفتگوی ما با کارشناس محترم خانم شریفی ال زاده با موضوع بررسی علل و عوامل واسیبهای علل و عوامل های اجتماعی و روانی طلاق هست خانم علیزاده در خب چون ما میخوایم که عوامل فرهنگی تاثیرگذار در امر طلاق بررسی کنیم در مبحث امروزمون خب گرچه که عوامل فرهنگی در همه جای جامعه تاثیرگذارش که هر نفت نفت مورد اون بحث من. شود طولانی است ولی در مسئله خانواده و مسئله واقعیت طلاق میخوایم بررسی کنیم یک از عواملی که تاثیرگذار گفتیم که بس اعتقادات و عقاید مذهبی بود که به طور کلی بیان شد یکی دیگر تفاوت ارزش هاست یعنی اینا چیه؟ اینا تفاوت های فرهنگی هست که بین دو خانواده ای که شروع میکنن و زندگی مشترک ممکنه آسیبزا باشه خب چی رقم؟ قبل از اینی که ما بخوایم ازدواج کنیم یا اینکه یک خاصگار میاد برای دختر ما یا میخوایم برای پسر خود خب زن بگیریم این مسائل در نظر بگیریم واقعا ما خب مسائل اقتصادی رو شاید در نظر میگیریم مسائلی که قوم مذهبی در نظر میگیریم ولی شاید مسائل فرهنگی کمرنگ باشد باشه میخوایم بگیم که مسائل فرهنگی تأثیر گذار ام. هست و ما باید این مسائل فرهنگی رو در نظر بگیریم یکی از مسائل فرهنگی یک خانواده تفاوت در ارزش هاست یعنی چی ارزش ها ببینید بین هر قوم هر خانواده گاهی وقت بعضی مسائل ارزشمندتره پررنگ تره تمام تلاش خانواده است که به این هدف برسه. مثلا ممکن است در یک خانواده ای تحصیلات علمی بسیار ارزشمند باشه تمام تلاش خانواده ای که به تحصیلات بالای علمی برسه خب ممکنه در یک خانواده ای دیگری میزان درآمد و شغل افراد مهم باشه فرقی نمیکنه با چه تحصیلاتی مهم اینه که موتر لوکس داشته باشه مهم اینه که درآمد بالا داشته باشه کارخانه دار باشه با یا هر طریقی پس این میشه تفاوت فرهنگی بین خانواده این رو در نظر بگیریم که وقتی برای ازدواج تصمیم میگیریم این مسائل تاثیر گذار هست خب در یه خانواده ممکن است که مثلا مسائل مذهبی بسیار پررنگ باشه نوع پوشش افراد نوع پوشش زنان و خانواده بسیار اهمیت داره که وقتی مثلا میخواد دختر از خانواده بگیره بسیار برایشان مهم است که چه رقم پوشش داشته باشه آیا مسائل مذهبی رو رعایت میکنه یا نمیکنه در یه خانواده دیگه ممکنه که هم کم رنگ باشه پس ببینین هر خانواده ای برای خود یک هدف ارزشی داره که به دنبال از او هسته که حتما این ارزش و این هدف در خانواده پیاده ما باید ارزش های خانواده ها را بشناسیم درک کنیم و ببینیم که با ارزش های خانواده ما تطبیق میکنه یا نمیکنه خانم الزاده به صورت کلی یک برداشت از گفته های شما کدوم نمیفهم که درست است یعنی که تفاوت فرهنگی میتونه که عامل مستر در طلاق باشه در صورتی که اما در صورتی که خانواده ها به دنبال یک نگاه مشترک نباشند اما اگر که تفاوت فرهنگی داشته باشند اما همچنان به دنبال یک نگاه مشترک با هم باشند و تکه بر مشترکات و اشتراکات بکنند میتونیم که این تفاوت های فرهنگی را نهادی در نظر بگیریم اینطور میتونه باشه به شرطی که او دختر و پسری که در شروع زندگی است با این پختگی رسیده باشن امه. که تفاوت های فرهنگی یکدیگر را یک بپذیرند امه. دو احترام بگذارند این به عنوان یک،, یک فرض یک احتمال در نظر میگید یا به عنوان یک فرض به این معنا که واجب است باید این رقم باشه به یک اصل امه. که باید ببینید وقتی که دو نفر از دو تایفه با دو فرهنگ متفاوت و دو پیشینه فرهنگی متفاوت زیر یک سقف شروع میکنن به زندگی قطعا هر کدام باورها عقاید آداب رسوم مخصوص به پیشینه خانوادگی خود واردی خانواده ای, خانواده ای که نو تشکیل شده وارد میکنن خب قطعا اگر این تفاوت ها نزدیک به هم باشد یا تفاوت نداشته باشه مشکلات کمتر ولی اگر این تعارض ها و تفاوت ها از دو دنیای متفاوت باشه دو شیوه تربیتی دو سبک تربیتی همین تفاوت هایی که خدمتون تفاوت در ارزش تفاوت در اعتقاد تفاوت در اقتصاد تفاوت در سبک پوشش تفاوت در نوع معیشت همین ها تاثیر است اگر این تفاوت ها باشد، تر باشن، قطعا دو دنیای متفاوت دارند قطعا دو دنیای رنگی دارن که با یکدیگر دیگر متفاوت است حالا میخواین اینا یک رنگ بشن در یک زیر یک سخت درسته یا نه باید این دو فرد به این باور و اعتقاد رسیده باشن و قبول کنن تفاوت های فرهنگی یکدیگر را یک و دو با من حتما به تفاوت احترام بگذارن و نه اینکه تحقیر کنن یکدیگر را. نه مثلا تو تایفه تو این رقم هست این رقم هست ای تایفه من برتر است یا او بگه نه مثلا خانواده تو رقم است از این لحاظ خانواده ما است چون از ابتدا که شروع کردن این تفاوت رو قطعا پذیرفتن پس نگاهتون رو باز کنین و این تفاوت های فرهنگی رو از همون ابتدای ازدواج با یک نگاه باز شروع کنین بپذیرین تحقیق کنین و فقط در ما بگین که ما مثلا از یک تایفه هستیم خلاص کلگی ما مثلا از یک قوم هستیم خلاص نه حتی از یک خانواده با یک خانواده دیگر از یک همسایه تا یک همسایه دیگر ما تفاوت فرهنگی داریم این تفاوت ها را سعی کنید در موقع شروع ازدواج حتما در نظر بگیرین خب هر که تفاوت ها بیشتر باشد قطعا مشکلات هم بیشتر است ولی اگر دو طرف عاقلانه بپذیرند و احترام بگذارن و به این سطح رشد فکری رسیدن باشن که تفاوت یکدیگر را تحقیر نکنند، خب زندگی بدون مشکل است بدون چالش و تعارض ها کمتر است ولی گفتم در کشورهای سنتی و جهان سوم متاسفانه هنوز نوع نگرش و باور ما فردگرایی است و ما هر کدام سعی میکنیم که باورهای فردی اعتقادات فردی خود به کرسی بذاریم معمولا دچار تعارض میشه رقم خانواده ها پس بهتر است که هم کفتر باشن نزدیک به هم باشن لازم فرهنگی ولی ما در جامعه صنعتی می میبینیم که در جامعه غربی که بسیار تفاوت فرهنگی داره یک نفر از شرق کلان شده رفته در غرب با یک خانم غربی ازدواج کرده هیچ مشکلی هم نداره دنیای از تفاوت داره این با یک باورها آداب رسوب با اعتقادات شرقی کلان شده او با باورهای غربی کلان شده ولی چون هر دو به او پختگی رسیدن و به او اصل مهمه که پذیرفتن و احترام گذاشتن و باورها و فرهنگ یکدیگر را پذیرفتن مشکلی هم ندارن پس شما به عنوان یک کارشناس اگر که به شما مراجعه کنه یک نفر که در کشور افغانستان زندگی میکنه دو نفر که میخواین ازدواج کنن با تفاوت فرهنگی زیاد از دو تایفه یا از دو شهر یا از دو مذهب جدا پیشنهاد نمیکنید که پیشنهاد پیشنهاد من نه قطعی نیست من به او دختر و بچهم باید حتما فکر کنم و اونا رو مورد بررسی قرار بدم که آیا این دو نفر لحاظ پختگی و اندیشیدن و اینکه شروع زندگیشون به چه شکل هست آیا به با این باور رسیدن یا نه فقط با احساسات که چون ما یکدیگر دیگر رو دوست داریم همین برایشون زندگی کافی است وقتی وارد زندگی بشن تازه تفاوت های فرنگی رو میکنه و اونجاست که مشکلات هم شروع میشه اما اگر دو فردی باشد خب تحصیل کرده باشند و با چشمانی با یک سن پختگی کامل رسیده باشند و بگوین ما قبول داریم که ما تفاوت های داریم ولی ما میخوایم زندگی خود را با او فرهنگ مشترکی که منو یکدیگر قبول داریم آغاز کنیم خب مشکلات کمتر است بستگی به افراد دارد ولی گفتم در جوامع سنتی تفاوت های فرنگی پر و هنوز خیلی زمان میخواد هم با تا ما به یک انسجام فرهنگی برسیم خیلی زمان میخواهد و تغییر دادن نگرش ها باورها در یک جامعه و مخصوصا در جامعه سنتی خیلی سخته خیلی, زمان خیلی ممکنه مید. که غیر ممکن نیست بله. ممکن نیست ولی مم. سخت است زمان میخواهد و اینکه هماهنگی باشه بین دولت و رسانه و جامعه و افکار عمومی و همه این نظام تعلیم تربیت نظام تعلیم تربیت از همه که بستر اصلی نظام تعلیم تربیت است که میتونه تاثیرگذار باشد بر ساخت و تغییر یک فرهنگ اجتماعی درسته اه، حدود سه دقیقه فرصت داریم خانم علیزه دا اگر یک جنبندی بخواید انجام بدید در خدمت شما هست خب ببینید به طور کلی ما گفتیم تفاوتهای فرهنگی یک عامل تاثیر گذار میتونه باشه که موجب چالش تعارض مشکل در زندگی مشترک میتواند بگذارد. نمیتوانیم نفی کنیم ولی نه اینکه در همه جا نه گفتیم در جوامع سنتی تر که پایبندی به اعتقادات و تفاوت مذهبی اصول مذهبی بیشتر هست این مشکلات چالش ها بیشتر است پس بنابراین جوانانی که در جامعه سنتی زندگی میکنند مثل جامعه افغانستان اگر میخوان ازدواج کنند با فردی که میدانن تفاوت فرهنگی دارن تلاش بیشتری کنن و بیشتر دقیق تر بشن و احساساتی قبول نکنن ازدواج کنن چون واقعا تفاوت‌های فرهنگی را نادیدن نگیرن چون که در جوامع سنتی جوان ما وابسته به خانواده هستن خانواده تاثیر گذار است در تفاوت های فرهنگی ولی در جوامه غربی خب چون وابستگی جوان ها به خانواده کمتر هست و مستقل هستند برای شروع و ادامه زندگی بنابراین تفاوت فرهنگی هم چندان تاثیر گذار نیست چون دو نفر مم. هم دیگر را با هر تفاوتی پذیرفتن و با هم زندگی رو شروع میکنن ولی در جامعه سنتی بیشتر است ایره حتما انشالله در نظر بگیرند و و با یک چشمی باز و, و ازدواج کنند و باز نکته بسیار مهم برای ما فکر میکنم عنوان مسلمانان شکر خدا همه ما مسلمان هستیم ایست که بدانیم آگاه با باشیم که فرهنگ ها خورد فرهنگ ها آداب رسوم انانات ممکنه که حتی گه خود فاصله بسیار با دین ما داشته باشه او چیزی که در دین ما مطرح شده به عنوان ارزش است که انسان با تقوا باشه انسان پرهیزگار باشه خدا پرست باشه انسان نیکو باشه و با دنبال خیر و خیرخواهی باشه اگر که ما تانستیم که به عمق وجود خودمان به با ای باور دینی خودمان برسیم مسائل فرهنگی و دیگه مسا... مسائل دیگه کاملا قابل حل شدن است و میشه که حتی نادیده گرفت و اگر نه اگر که ما متاسفانه گرفتار بسیار از مسائل دیگه باشیم اصول اخلاق اسلامی را فراموش کنیم خب قطعا گرفتار بسیاری مسائل هم خواهیم شد بسیار بسیار تشکر میکنم از شما بیننده های عزیز و محترم که با ما همراه بودید انشاالله برنامه های آینده را هم از دست نمیدید از طریق شماره تماسی که زیرنویس شده میتونید که با ما در ارتباط شوید اگر کدام موضوع خاص مد نظر شماست که بررسی شود حتما برای ما بفرستید و ذکر کنید که مرتبط به برنامه روشناس و یا حتی میتونید نام کارشناس مورد نظر خودتان را بنویسید که توسط کدام کارشناس فکر کنید بهتر است که بررسی شود با روی کارشناس محترم از حضور شما مرخص میشویم عزیزان و بزرگواران در پناه خداوند مهربان باشید اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم